به پاریس تورسکی صادق روزنامه‌نگار از این شهر با ماست. خانم صادقی، میخوام با این حمله به پایگاه عین الاسد شروع بکنم. چه جزئیات بیشتری داریم در مورد اون؟ اجازه بدید از این شروع بکنم که تیتر رسانه‌های عراقی بسیار جالب بود، از این که در واقع به نوعی انتقاد بود یا تمسخر بود از اینکه یک گروه جدید اضافه شده به فصائل عراقی یا گروه‌های عراقی، یک اسم جدید، یک گروه جدید، اینطور در رسانه‌ها از انقلابیون یا السوریون، گروهی که مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، حداقل بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده و تایید شده 5 پرسنل نظامی آمریکایی زخمی شدند، 2 به اصطلاح پیمانکار هم زخمی شدند که جمعاً 7 نفر در عین الاسد زخمی شدند. من در واقع تلاش کردم با یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا صحبت بکنم، از اون بپرسم چه مشکلی وجود داشته، چون این به اصطلاح حمله تنها ساعاتی بعد از گفتگوی بلینکن با نخست وزیر عراق به وقوع پیوست، وقتی بلینکن از السودانی خواست که مانع تحرکات این گروه ها بشه و دقیقاً بعد از اون یک حمله در این انجام میشه. اینکه آیا پدافند هوایی مشکل داشته یا نه، هیچ پاسخی در این رابطه به روزنامه نگاران ندادن. اما یک مسئله اینجا برای حداقل کسانی که در عراق زندگی کردن مثل ما و کامل آشنا هستن با شرایط اونجا، این گروه با گروه اصحاب الکهف، اولیاء الدم، ذوالفقار یا رب الله که همین اواخر شروع به عملیات کرده، هیچ تفاوتی نداره با این گروه ها. در واقع یک نوع اونطور که ما میدونیم به اصطلاح رویکرد منحرف کننده هستش، از اینکه آمریکا دچار یک به اصطلاح مشکل بشه، تشخیص بشه در اینکه کدوم یکی از این احزاب سنتی پشت این حمله بودند. ولی خب الان ما در هر حال میدونیم که ابزارهای اطلاعاتی هستش در دست آمریکا، خیلی راحت میتونه بفهمه کدوم یکی از فرماندهان این گروه‌ها یا مقامات نظامی این گروه‌ها دستور این حمله رو صادر کردن. سکوی پرتاب این به اصطلاح موشک‌ها رو پیدا کردن از حدیثه الانبار بوده، اما واکنش‌ها به اون بسیار زیاد بوده. در واقع نگرانی‌ها در عراق بسیار زیاد شده از اینکه از یک طرف دولت عراق درگیر هستش با اینکه این آتش‌بسی که در ماه‌های گذشته وجود داشته در بین آمریکایی‌ها با گروه‌های عراقی از بین نره، از طرف دیگه مسئله ترور اسماعیل هنیه در جریان هستش. خب به هر جهت برخی از این گروه ها تا 2 روز پیش محکم بودن بر اینکه مشارکت میکنن، اما شب گذشته فرماندهان این گروه ها تایید کردند که به هر حال اونا به عنوان محور مقاومت تصمیم خودشون رو گرفتن، منتظر اقدام جمهوری اسلامی ایران هستند و بعد از اون اونها هم وارد حمله خواهند شد. به طور پراکنده مشخصه، اونطور که بعضی از ناظران هم در عراق تایید کردن، حملات اونها در واقع شامل این خواهد شد که منافع آمریکا رو در عراق یا در سوریه یا در منطقه به طور کل منافع اسرائیل رو هم هدف قرار بدن. این حمله بسیار نگران کننده ای بوده برای فضای سیاسی و امنیتی عراق در حال حاضر. اگر فقط نگاهی بکنیم به رسانه‌های عراقی، تمامی رسانه‌ها دارن این رو پوشش میدن که آیا چه زمانی مجددا باید عراق انتظار این رو داشته باشه که آمریکا پاسخ این حمله که شب گذشته به پایگاه عین الاسد شده رو بده. ولی در هر حال تا زمانی که این گروه ها در عراق وجود داشته باشند، همیشه بهانه ای برای اونها وجود خواهد داشت که هر از چندگاهی به بهانه ای، حالا فرقی نمی کنه چه مرتبط باشه به ایران چه مرتبط باشه به غزه، به پایگاه های نیروهای آمریکایی حمله بکنند. اما میخوام این رو هم اشاره بکنم، در همین وضعیتی که عراق داره و این حمله‌ای که شده، یک خبر شاید اینجا بسیار جالب و مهم باشه، اینی که دادگاه فدرال عراق تلاش گروه‌های شبه نظامی رو برای بیرون راندن این نیروهای نظامی ائتلاف بین الملل به اصطلاح رد کرد، رد صلاحیت که شکایتی از دولت شده بود و این میتونه به اصطلاح یک ناامیدی دیگه باشه برای این گروه‌های شبه نظامی. ممنونم از شما. تروسکی صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ما.